خبر کوتاه هم و تکان دهنده بود. زنی را در بازداشتگاه گشت ارشاد کشتند. شماری از کاربران فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه در تهران دستگیر و به وزرا منتقل شده بودند با هویت ناشناس از زن جوانی می نوشتند که در جمع بازداشتی ها از هوش رفته و بعد از اعتراض و داد و فریاد زنان دیگر نهایتاً به بیمارستان منتقل شده. ساعتی بعد هویت این زن برای ایران اینترنشنال تایید شد. صاحب این عکس مهسا امینی 22 ساله همان زن جوانی است که حالا در بیمارستان کسرا نیمه جان بستری شده. اهل سقز است، از استان کردستان. با خانواده برای تفریح به تهران آمده بودند که عصر روز سه‌شنبه گشت ارشاد پایتخت در بزرگراه حقانی جلوی او و برادرش را می‌گیرد. مهسا را سوار ون می‌کنند و مقصد وزرا. دو ساعت بعد اینجا بیمارستان کسراست، جایی که پیکر نیمه جان مهسا را به دست پزشکان سپردند، اما کار از کار گذشته بود. او به دلیل ضرب و جرح ماموران انتظامی دچار سکته قلبی و مغزی می شود و عصر همان روز پزشکان از بازگشتش به زندگی قطع امید کردند. نام دیگرش ژینا بود. ژینا به کردی به معنی زندگی بخش. بعد از رسانه‌ای شدن این خبر، پلیس بالاخره واکنش نشان داد. آنها حال و روز مهسا را بد حالی توصیف کردند. وقتی هم میگیم مدرسه که گوش نمیدین که هدف از انتقال به وزرا را توجیه و آموزش عنوان کردند و گفتند او ناگهان در جمع سایر افراد به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شده. روایتی برخلاف آنچه شاهدان عینی گفتند، از ضرب و جرح او در ون گشت ارشاد تا ورم و کبودی دست و پای او در بیمارستان. تصاویری هم که ایران اینترنشنال از او در حالت کما دریافت کرده اما امکان انتشار آن را ندارد، ضرب و جرح را تایید می‌کند. این تصاویر را ببینید. خشونت اوریان گشت ارشاد در کوچه و خیابان، ضرب و جرح زنان در مقابل چشم رهگذران و توهین و تحقیر آنها در مراکز بازداشت. و این تصاویر، افرادی که بازداشت شدند از بازداشتگاه جان سالم به در نبردند و نامشان رسانه ای شد. ستاره بهشتی، زهرا کاظمی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی، محسن روح الامینی، زهرا بنی یعقوب و مهرداد تالشی، حتی بیشتر از آن شاهین ناصری، امیر حسین حاتمی، خسرو جمالی فر و بسیاری دیگر. کارنامه جمهوری اسلامی، رفتار گشت ارشاد و روایت‌های حکومتی که بارها از اساس دروغ از آب درآمدند، پذیرش ادعای نیروی انتظامی تهران را باورناپذیر می‌کند که مهسا ناگهان از دست رفت.